به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. پایان مرحله اول سفر حسن روحانی به اروپا برای حفظ برجام. اینجا در برن تهدید روحانی: ایران اگر نفت نتواند بفروشد، هیچ کشوری در منطقه نفت نخواهد فروخت. ادامه برنامه. قطع برق در تعدادی از شهرهای ایران: دیروز مصرف برق در سراسر کشور رکورد زد. حوزه علمیه اصفهان به دنبال معدنکاری در پناهگاه آهوهای ایرانی. فعالان محیط زیست و مقامات محلی نگران آینده ی حیات وحش موته هستند. و زن ایرانی که با سفر بر موتورسیکلت به دور دنیا به آرزویش رسید. سلام بر شما، خوش آمدید. فرداد فرخزاد هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. حسن روحانی در ادامه سفر اروپاییش عازم اتریش شده، جایی که قرار است وزیران خارجه اعضای باقی مانده برجام هم تا چند روز دیگر جمع شوند تا بلکه راهی برای ماندن در توافق هسته‌ای پیدا کنند. امروز حسن روحانی در سوئیس غیر مستقیم هشدار داد که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، هیچ کشور دیگری هم در منطقه نخواهد توانست نفت صادر کند. هشداری که بعضی آن را تهدیدی برای بستن تنگه هرمز توصیف کردند. سفر آقای روحانی تحت تاثیر خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی ساکن اتریش هم قرار گرفته که متهم شده در یک توطئه ناموفق برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق نقش داشته. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه اتریش، این کشور به ایران اطلاع داده که این دیپلمات به دلیل حکم جلب صادر شده در اروپا ظرف مدت 48 ساعت از حقوق دیپلماتیکش محروم خواهد شد. خبرنگار ارشد ما کسری ناجی، رئیس جمهوری ایران را در سفر اروپاییش و همینطور تازه ترین تحولات مرتبط با آن دنبال می کند. کسری ناجی هم اکنون از برن پایتخت سوئیس با ماست. کسری، پیش از هر چیز می خواهم ازت در مورد همین ماجرای احتمالی بستن تنگه هرمز بپرسم. خیلی اشاره مستقیمی نکرد آقای روحانی، ولی خیلی ها چنین برداشتی کردند. ولی روشن بود که آقای روحانی مقصودش چیه. مقصود خیلی روشن بود. خبرنگارا اینجا همه این برداشت رو کردن که آقای روحانی داره در واقع تهدید میکنه که ایران اگر نتونه نفت بفروشه، اونجوری که بعضی از مقام‌های آمریکایی هر روز میگن و میگن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونن، اگر چنین چیزی روزی انجام بشه، ایران نخواهد گذاشت که کسی توی منطقه نفت صادر بکنه. و آقای روحانی این رو دو بار تکرار کرد. دارن امور خارجه و از طرف سوئیس. امروز در برن پایتخت سوئیس امضای دو بیانیه و یک توافقنامه برای همکاری‌ها در زمینه‌های بهداشتی، علمی و حمل و نقل جاده‌ای. بیانیه‌ها و توافقی که بعید است آینده ایران را دگرگون کند. اما صرف حضور آقای روحانی در سوئیس خودش پیامی دارد به جهانیان که اروپا همچنان با تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن ایران مخالف است. این پاسخ رئیس جمهوری سوئیس به انتقاد بعضی از مقام‌های آمریکایی از سفر آقای روحانی به سوئیس. من معتقدم که سوئیس نقش واقعی خودش رو ایفا میکنه با پذیرفتن همه کسانی که در صحنه بین‌المللی حضور دارند و تردیدی نیست که ایران هم در صحنه بین‌المللی نقش مهمی دارد. امروز اینجا حفظ برجام تکیه کلام دو طرف بود. سوئیس تاکید کرده که میزبان بخشای مهمی از مذاکرات هسته‌ای بوده و همچنان به آن وفادار است. رئیس جمهوری ایران نگران از آینده تهدید کرد که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، دیگران هم در منطقه نخواهند توانست نفت بفروشند. تهدیدی ضمنی به بستن تنگه هرمز اگر کار به آنجا بکشد. از نظر من این که فرض بگیریم در یک روزی همه کشورهای تولید کننده نفت صادر خواهند کرد نفت اضافه خودشون رو و ایران تنها کشوری است که نمیتونه نفت رو صادر بکنه،
این تصور یک تصور نادرست و نابخردانه است. در فضایی که به وجود آمد بسیار دیروز آقای روحانی برای بعضی از ایرانیان مقیم سوئیس هم سخنرانی کرد. از ایرانیان برای خونسا کردن توطئه‌های آمریکا به قول او کمک خواست. در پایان سفرش به سوئیس، رئیس جمهوری ایران ظاهرا از نتایج سفر راضی بود. سوئیس مجددا و علنا بر لزوم زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای تاکید کرد. ایران برای بیرون رفتن از بحرانی عمیق که با آن روبروست چشم به اروپا دوخته است. اگر اروپا بتواند کاری کند. آقای روحانی و وزیر خارجه محمد جواد ظریف و هیئت همراهشون حالا رفتند به وین در اتریش. قرار اونجا امروز و فردا اونجا باشن، اسنادی رو امضا کنن، مذاکراتی انجام بدن، با ایرانیان اونجا ملاقات داشته باشن. اما سفرشون، قسمت دوم سفر اروپاییشون به اتریش تحت شعاع قرار گرفته، تحت شعاع دستگیری یک دیپلمات در اتریش، یک دیپلمات ایرانی در اتریش که روز شنبه در آلمان دستگیر شد. حالا صحبت هست بین وزیر وزارت خارجه اتریش و وزارت خارجه ایران. ظاهرا وزارت خارجه اتریش از ایران خواسته که به مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات خاتمه بده که بتونن اتریشی ها این ماجرا رو تعقیب کنن و تحقیق کنن از او. و خبر دیگه ای هم اینه که خود اتریشی ها احتمالاً این کارو کردن و این دیپلمات رو از حقوق دیپلماتیکش محروم کردن. به هر حال در شرایطی این هیئت ایرانی آقای روحانی وارد اتریش میشه که این مسائل سایه انداخته بر این سفر او به اتریش. دستور این چقدر میتونه دهنکجی باشه، این دعوت چه در اتریش چه در سوئیس، به سیاست‌های دولت آمریکا در مقابل ایران؟ ببینید، همین که آقای روحانی به دعوت رسمی رئیس جمهوری های دو کشور وارد این دو کشور میشه، در سوئیس فرش قرمز براش پهن کردن، استقبال از طرف رئیس جمهوری صورت گرفت در خود فرودگاه و غیره، اینها همه نشان از اینه که اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی خواهان حفظ روابط عادی با ایران هستند، حفظ برجام هستند، توافق هسته‌ای علی رغم آن چیزی که آمریکا میخواد. و به هر حال آمریکایی‌ها خوشحال نخواهند بود. همین امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اینجا در برن رئیس جمهور سوئیس صحبت از این کرد که ایران نقش مهمی در مبادلات چیزای منطقه‌ای و بین‌المللی داره و ما لازم هست که با ایران در تماس باشیم و در گفتگو باشیم. به هر حال آمریکایی‌ها گفتن و نشون دادن که از این سفرهای آقای روحانی به سوئیس و به اتریش خوشنود نیستند. نکته جالبی که حتی آمریکایی هم اشاره کردن، وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد، این بوده که در چند دهه گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران در اروپا آنطوری که آمریکایی‌ها توصیف می‌کنن فعالیت‌های مخرب تروریستی داشتن. اشاره‌ای در واقع داشت می‌کرد به ترور عبدالرحمن قاسم‌نژاد نزدیک 20 سال پیش در همین اروپا. و الان هم که این بحث یک دیپلمات ایرانی پیش اومده، چقدر این شرایط رو داره واسه ایران که تنها امیدش به شکلی الان در غرب اروپا هست دشوارتر می‌کنه؟ ببینید، همه چی احتمالاً بستگی به نتیجه تحقیقات داره و چطور این تحقیقات پیش بره و آیا این اتهام‌هایی که به ایران داره زده میشه که نقش داشته در این برنامه و توطئه بمب‌گذاری انفجار، اینها اگر واقعاً ثابت بشه که همچین اتفاقی افتاده و ایران نقشی داشته در این ماجرا، خب میتونه خیلی فاجعه بار باشه برای ایران در این شرایط، شرایطی که تمام امید ایران به اروپاست که بتونه در مقابل آمریکا یک مقدار از فشارهای آمریکا
کم کنه، و اگر ثابت بشه که همچین چیزی هست و ایران نقشی داره، احتمالاً اروپا هم پشت آمریکا قرار خواهد گرفت و تحریم‌ها و فشارهای دوچندان. ولی همین اکنون هم که آقای روحانی وارد اتریش شده، همه خبرها تحت شعاع این داستان هست و بنابراین به نظر میرسه که یک مقداری از به اصطلاح جاذبه این سفر برای هر دو طرف، هم برای اتریش هم برای ایران، کم کرده. قصر زاویه مهمی است، اجازه بده با ما باش، بهت برمیگردم. ولی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل از دانشگاه استکهلم در سوئد با ما هست تا بیشتر در مورد این بحث دیپلمات ایرانی صحبت بکنیم. آقای محمودی، اصولا از نظر حقوقی چقدر ممکن هست که یک دیپلمات ایرانی رو در اروپا بازداشت بکنن با توجه به اینکه او مسئولیت دیپلماتیک داره؟ جزئیات این امری که اتفاق افتاده هنوز دقیق نیست. اگر ما بر اساس اون چیزی که گفته شده، یعنی این شخص دیپلمات ایرانی است در اتریش و در آلمان دستگیر شده، اگر این رو بپذیریم، از نظر حقوقی برنامه بعد میشه گفت اینجوره که در هر دیپلماتی در اون کشوری که پذیرفته شده در اونجا مسئولیت داره، نه در جای دیگری. بنابراین در اتریش این شخص تا زمانی که دولت ایران بخواد مسئولیت داره، و البته دولت اتریش هم بپذیره این مسئله. در آلمان به هر دلیلی بوده مسئولیتی نداره، در هیچ جای دیگه اروپا مسئولیت نداره، و بنابراین اگه مورد اتهام یک جرم بزرگی باشه مثل این چیزی که الان مطرحه، در اون کشورها امکان دستگیریش هست. در این مورد البته چیزی که برای من سوال برانگیزه، و باز میگم از با توجه به اطلاعاتی که داده شده، اینی که دولت اتریش 48 ساعت فرصت داده و بعد میگه که بعد از 48 ساعت این مسئولیت به پایان میرسه. این کار رو دولت اتریش معمولا نمیتونه بکنه. دولت اتریش میتونه اگر یه جرم خیلی جدی باشه که ظاهرا هست، یا بلافاصله اون شخص رو به عنوان عنصر نامطلوب مطرح بکنه، اعلام بکنه و ازش بخواد مثلا ظرف 48 ساعت اتریش رو ترک بکنه، اروپا رو ترک بکنه، از حوزه در اونجایی که مسئولیت داره خارج بشه. ولی نمیتونه بگه که ظرف 48 ساعت مسئولیتش از بین میره. اگر این شخص در اتریش بود و همین اتهام بهش زده میشد، تا زمانی که دولت اتریش میخواست اونجا بود و نمیشد کارش کرد. ظاهرم لفظ دقیقی که دولت اتریش به کار برده اینه که موقعیت دیپلماتیک ایشون لغو بشه. حرفی از مسئولیت، یعنی لغت مسئولیت رو استفاده نکرده. ممکنه آیا به شکلی همین منظور داشته که چون در خارج از اتریش هست، در آلمان هست و به نظر ما دیگه دیپلمات ما نیست، و بنابراین دولت آلمان باشه هر برخوردی میخواد بکنه؟ ممکنه این باشه. علل اصول اگه ایشون در این شخص در آلمان باشه و بعد این جرمی که اتفاق افتاده، همونطور که از میکنم اطلاعات دقیق نیست، این جرم الان تا اونجایی که من میفهمم فقط برنامه ریزی برای یک عمل تروریستی بوده، عمل تروریستی صورت نگرفته. و اگر این جرم در داخل اتریش اتفاق افتاده، یعنی در اونجا برنامه ریزی شده، البته دولت فقط اتریش صلاحیت داره و دولت ایران که این شخص تبعش هست، فقط این دو کشور صلاحیت جزایی دارن، دولت آلمان فقط میتونه اینو دستگیر کنه، به دولت اتریش تحویل شده که در اونجا محاکمه بشه. و به همین دلیل هم شاید هست که دولت اتریش از ایران خواسته که مسئولیت این شخص رو لغو بکنه، که اگر اینجور میشد البته این شخص رو در اتریش میشد محاکمش کرد. ولی این امرم خیلی خیلی نادره، به هیچ وقت تقریبا اتفاق نیفتاده که دیپلماتی رو به هر چقدر جرمش بزرگ باشه در اون محلی که مأموریت داره محاکمش کنن و دولت فرستنده مسئولیتش رو برگردونه، لغو بکنه. تنها یه مورد پیش اومده، اونم یه دیپلمات گرجستان بود در 1997 در امریکا، که دولت گرجستان توافق کرد، آقای شوارتناتسه در اون زمان رئیس جمهور بود، توافق کرد و اون شخص رو در همون امریکا محکومش کردن، 20 سال هم زندان گرفت که 3 سالش در امریکا انجام شد، برگشت هم فرستادنش در گرجستان در زندان باشه. ولی من هیچ مورد دیگه ندیدم، و بنابراین خیلی خیلی بعید میبینم اگر این شخص به هر دلیلی برگرده اتریش، در اونجا دولت ایران حاضر بشه مسئولیتش رو لغو کنه. ولی اگر برنامه ریزی این جرم در آلمان یا در بلژیک یا در جای دیگه غیر از اتریش اتفاق افتاده باشه و دلایل کافی براش باشه که این شخص مسئولش بوده، در اون کشورها هم صلاحیت جزایی دارن، و البته در اونجاها میتونن این شخص رو صرف نظر از اینکه اتریش چی بگه بخواد مسئولیت رو لغو بکنه یا نکنه،
در اون کشورها البته میتونن این شخص رو محاکمه شون. آقای محمودی، دستگاه وزارت خارجه ایران به خصوص در اروپا با بحران‌های اینچنینی به خصوص بعد در سال‌های اولیه بعد از انقلاب کم و بیش آشنا هست. در گذشته چطور بوده؟ دیپلمات‌های دیگر ایرانی که متهم به اقدامات مشابه بودند در کشورهای مختلف اروپا چه برخورد اروپایی‌ها قبلا کردن با اونها؟ تا اونجایی که من یادمه هیچ دیپلماتی رو در هنگامی که جرم اتفاق افتاد به این صورت در واقع دستگیرش نکردن یا در محل نبوده. معمولا دیپلمات محل رو ترک کرده بوده. الان این شخص هم احتمالاً اگر با این مسائلی که میگن درست باشه طبیعی بود که بلافاصله بعد از انجام این کار یا برنامه‌ریزی از اتریش خارج بشه یا از آلمان خارج بشه. بنابراین مورد مشابهی ما نداشتیم. مواردی که داشتیم مواردی بوده که اون شخص خارج شده از کشور، برگشته به ایران و بعد دستگاه امنیتی یا پلیس متوجه شدن و بعد در واقع کار از کار گذشته بوده، دیگه نمیشده محاکمش بود. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، الان که در بازداشت دولت آلمان هستین، دیپلمات ایرانی چه گزینه‌هایی روبروی دستگاه قضایی آلمان هست؟ همطور که عرض کردم، با توجه به اینکه ما هنوز نمی‌دونیم دقیقاً برنامه‌ریزی این عمل تروریستی اگر به این ترتیبی که ادعا میشه از طرف بلژیک، آلمان و اتریش در کجا صورت گرفته، در کدوم کشور صورت گرفته. اگر در آلمان صورت گرفته باشه طبعاً آلمان صلاحیت رسیدگی جزایی رو داره، اگر نه میتونه به اون کشوری که در اونجا برنامه‌ریزی شده این شخص رو مسترد بداره و البته اگه به اتریش مسترد بکنه در اونجا چون این شخص به هر حال مسئولیت دیپلماتیک داره هیچ کارش نمیشه کرد، فقط میشه برش گردون به ایران. ولی اگه در بلژیک مثلا این برنامه‌ریزی شده باشه همونطور که صحبتش هست، آلمان میتونه این شخص رو به بلژیک برگردونه و در اونجا محاکمه بشه چون در اونجا مسئولیتی نداره. سپاسگزارم. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم در سوئد. کسرا ناجی همچنان از برن پایتخت سوئیس با ما هست. کسرا، قرار نبود که این سفر زیر حاشیه‌های اینچنینی قرار بگیره. بیشتر رئیس جمهور ایران به قصد ترمیم وضعیت برجام سفر کرده بود به اروپا. درسته، در واقع هدف اصلی نجات برجام بود و همکاری با اروپا و درخواست از آمریکا برای اینکه هر کاری که میتونن برای نجات برجام انجام بدن. این رو اضافه کنم که آقای روحانی فردا برنامه سفر رسمیش در اتریش تمام خواهد شد، اما احتمالاً آقای ظریف وزیر خارجه ایران در اتریش باقی خواهد ماند، برای اینکه روز جمعه قراره که وزیران خارجه 4 به اضافه 1، قبلا 5 به اضافه 1 بودن، حالا با رفتن آمریکا 5 کشور دیگر یعنی روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا وزیران خارجهشون اینجا خواهند، در اتریش خواهند بود، در وین خواهند بود، برای اولین بار ملاقات دارند بعد از رفتن آمریکا از این توافق تا اینکه تصمیم بگیرن که بالاخره چطور میخوان این توافق هسته‌ای رو زنده نگه دارن. ممنونم از کسرا ناجی، خبرنگار ارشد ما در برن سوئیس. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس شورای نگهبان از او خواسته در تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF همکاری کند. آقای روحانی خواسته 3 لایحه که در مجلس تصویب شده در شورای نگهبان هم تایید شود و زمینه برای تصویب لایحه الحاق کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مهیا شود. این لایحه در مجلس 2 ماه به تعویق افتاد و رهبر ایران هم تصویب آن را صلاح ندانست. تاریخ نامه که خبرگزاری فارس میگوید یک نماینده مجلس آن را منتشر کرده مشخص نیست. خبرنگار اقتصادی ما امیر پایور اینجا در استودیو با ماست. امیر، چطور هستش که رهبر ایران میگه که بیخیالشید، در این دنبالش رئیس جمهور به شورای نگهبان میگه که پیگیری کنه؟ درسته، خیلی مهمه از این نظر که اگر این نامه، همونطور که گفتی تاریخش معلوم نیست، ولی بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده باشه، خیلی مهمه، نشون میده که هنوز این بحث در داخل حاکمیت ادامه داره و مشخصا هم دولت این لایحه رو که بسیار هم روش بحث بود لازم میدونه برای تصویبش. جالب هم هست ببینید FATF همونطور که میدونی در این مدت تقریبا به یک تابو تبدیل شده و کماکان بخش اصولگرای حاکمیت مخالف این لایحه، در واقع لوایح مرتبط با
FATF هست که مهمترینش و مناقشه برانگیزترینش همین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. همین امروز آیت الله مکارم شیرازی دوباره تاکید کرده که نباید در واقع به قول مقام های ایران به FATF پیوست، پیوستنی در کار نیست، اجرای برنامه اقدام FATF هست که بخشی از اون این چهار تا لایحه هست. سه تا لایحه، دو تاش مربوط به تغییر قوانین در داخل ایران بود که اون ربطی در واقع به خارج از ایران نداره، اما ایران باید انجام میداد به عنوان بخشی از اون در واقع پیش نیازهای FATF برای برداشتن ایران از فهرست پرخطر یا فهرست سیاه. سومی، پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته یا معروف به پالرموست که اون هم با بحث‌های زیاد سر یک بندش که مربوط به تروریسم می‌شد در مجلس پذیرفته شده ولی منتظر باز تایید شورای نگهبان. چهارمی که در واقع پای دخالت رهبر ایران رو به میان کشید که پیوستن به همین کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هست، نه در مجلس تصویب شده و نه در شورای نگهبان. در متن نامه جالب است که با اون که نامه به خطاب به آقای به آیت الله جنتی است، رئیس جمهور ایران از رهبر ایران در اون نامه میخواد که زمینه مساعد برای این تصویب در واقع لایحه چهارم هم این زمینه در واقع مساعد بشه، فراهم بشه، ولی در واقع این خطاب به شورای نگهبانه با اون که هنوز در مجلس تصویب نشده. حالا این همه فشار روی ایران هست، بحث سر اینه که اصلا ایران آیا تا چند ماه آینده چقدر نفت بتونه صادر بکنه. ببینیم حرف داره میرسه به بستن تنگه هرمز. در این همه فشار اقتصادی روی ایران، بودن یا نبودن در این لایحه FATF چقدر واقعا تأثیری میذاره در وضعیت ایران؟ اگر ایران و اتحادیه اروپا به توافق نرسن و اگر تحریم‌های آمریکا برگرده یا اروپا هم حتی بخواد به اون بپیونده، اصولا پیوستن ایران معنای چندانی نخواهد داشت. اما اگر مسیر کنونی به سمتی بره که ایران و اتحادیه اروپا به توافق برسن و بتونن برجام رو نگه دارن، همونطور که آقای روحانی در این نامه در واقع تاکید کرده، حل مسئله ایران با FATF، مسئله عضویت در FATF نیست، حل مسئله ایران در FATF به این معنا که ایران از فهرست پرخطر خارج شه، پیش نیاز نگه داشتن رابطه بانکی حتی در هر چقدر محدود، حتی با یک بانک اروپایی، پیش نیاز اون خواهد بود. ممنونم از تو امیر پایبر، خبرنگار اقتصادی ما. مقام های آمریکایی تاکید می کنند که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند و هدفشان از افزایش فشار مجبور کردن حاکمیت به تغییر رفتار است. در گفتگویی که با اندرو پیک، معاون مدیر کل دفتر امور خارجه دفتر امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا داشتم، گفتم فهرست شرطهای 12 گانه آمریکا سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته، سیاستهایی که بخشی از هویت این نظام ایدئولوژیک است و تن دادن به آن از دید کارشناسان تقریبا غیر ممکن. به این مقام وزارت خارجه آمریکا گفتم با این شرطهای آمریکا باور این که دونالد ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای بسیاری مشکل است. نه اصلا، ما دنبال تغییر رفتار این حکومت هستیم. اگه به 12 حوزه مسائلی که مطرح شده نگاه کنین، اونا همه سیاست‌ها و تصمیم‌های این حکومت هستن. این 12 خواسته به جریان‌های داخلی ایران ربطی ندارن. اینها تصمیماتی هستند که حکومت میتونه بگیره. ما با این 12 خواسته در عین حال همون رفتاری رو از حکومت میخوایم که اکثریت جامعه بین المللی از ایران میخواد. ما میگیم اگه اقتصادی میخوایم که کاملا با اقتصاد جهانی ادغام شده باشه و به نیازهای مردمتونم پاسخ بده، اون وقت باید مثل بخشی از جامعه جهانی رفتار کنیم. اما نگاه کنیم به شروطی که آمریکا گذاشته. مثلا یکیش درباره حضور ایران در سوریه است. ایران در وهله اول میگه که به دعوت بشار اسد در این کشوره و در بخشی میگه که به دلیل امنیتش اونجاست. ایران میگه که داعش تا 40 کیلومتری مرز این کشور نزدیک شده بود و معتقده که باید در کشورهای همسایه حضور داشته باشه تا بتونه از خودش دفاع کنه. ایران نقش مشخصا منفی در سوریه بازی میکنه. نیروهاش و نمایندگانش در تعدادی از وحشیانه ترین قسمت های نبرد در سوریه حضور دارن.
و عقیده ما حضور ایران و نماینده‌هاش در سوریه تصمیمی از طرف دولت ایرانه که منطقه رو بی‌ثبات می‌کنه. بریم سراغ موضوعی که دونالد ترامپ به کرات راجبش حرف زده و اینکه به دنبال یک توافق تازه با ایرانه. واقعیتش اینه که به هر حال ایران در یک توافق حضور داشت، توافقی بود که جامعه جهانی پذیرفته بود. آژانس تاکید کرده بود که ایران به این توافق پایبند، بازرسان آژانس نظارت کامل داشتن به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و با تمام این اوصاف آمریکا تصمیم گرفت که به کل بزنه زیر میز و از این توافق بره بیرون. با فرض اینکه با این شرایطی که شما میگین ایران کنار بیاد، بر چه اساسی شما فکر میکنین که ایران اصلا میتونه از این به بعد به شما اعتماد بکنه؟ فکر میکنم حرف ما اینه که رئیس جمهوری ترامپ کاملا به یک توافق علاقه منده، منتها توافق بهتری میخواد. مشکلاتی که ما با ضمانت‌های هسته‌ای برجام داریم بر کسی پوشیده نیست. همون موقع که بین سال 2013 و 2015 سر برجام مذاکره میشد، نمایندگان هر دو حزب آمریکا با این ضمانت‌ها مشکل داشتن. برای همینه که برجام صرفا یک توافق و نه معاهده، چون نمیتونه تایید نمایندگان رو بگیره. ما معتقدیم که گره زدن پیامدهای اقتصادی به رفتار حکومت چیزیه که در گذشته جواب داده و دوباره هم جواب میده. در حین همین گفتگوی ما رئیس جمهور ایران در وین حضور داره. میدونیم که در سوئیس با بعضی از شرکت‌های کوچک اروپایی دیدار داشته. به هر حال هستن شرکت‌هایی که از آمریکا و تحریم‌هاش نمی‌ترسن. فکر میکنم دنیا نگران خیلی از جنبه‌های رفتار دولت ایرانه که از 2015 بدتر شده. فکر میکنم اون کشورها میفهمن که ما چقدر درباره این مسئله جدی هستیم و فکر میکنم میفهمن که چقدر رئیس جمهوری در این باره جدیه. در ضمن بیش از 50 شرکت گفتن که از ایران بیرون خواهند رفت و این 50 شرکت شامل شرکت‌هایی در بخش انرژی و مالی هم میشه. این نشون میده باقی دنیا چقدر تعهد ما رو به برخورد با تهدید ایران جدی میگیره. آقای روحانی دیروز گفتش که معنی نداره که ایران نتونه نفتش رو صادر بکنه و بقیه کشورهای منطقه و خلیج فارس بتونن این کار بکنن. بعضی معتقدن که این به نوعی یک تهدید ضمنی برای بستن تنگه هرمز. اگر چنین سناریویی اتفاق بیفته شما چه برنامه‌ای براش دارید؟ من نمیتونم درباره یک موقعیت فرضی حرف بزنم، ولی میتونم بگم که ما با متحدانمون در منطقه همکاری میکنیم تا قیمت نفت با ثبات باقی بمونه. ما فکر میکنیم به اندازه کافی ظرفیت اضافه در بازار نفت وجود داره که بتونیم در این زمینه موفق بشیم. و معتقدید که حذف 2 میلیون بشکه در روز ایران از بازار رو واقعا عربستان میتونه تامین کنه؟ در سیستم بین المللی فکر میکنیم به اندازه کافی ظرفیت هست که ثبات قیمت نفت رو تامین کنه. سال آخرم درباره مردم ایرانه. رئیس جمهوری این کشور میگه که هدف این تحریم ها صرفا حکومت نیست، مردمه. 30 سال پیش دقیقاً در چنین روزی نیروهای شما یک هواپیمای مسافربری ایران رو زدند. 290 غیر نظامی ایرانی درش کشته شدند. 30 سال بعد هستن پدرمادرهای امروز در ایران که نمیتونن برای فرزندشون دارو تهیه بکنن، باز هم به دلیل تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده، در شرایطی که ایران به تعهدات بین‌المللیش پایبند بوده. شما چطور میتونید افکار عمومی رو در ایران قانع بکنید که دشمنیتون صرفاً با مردم این کشور نیست و با حکومته؟ قبل از هر چیزی این رو بگم که این حرف درست نیست. داروها و مواد غذایی مشمول این تحریم ها نمیشن. به نیازهای مردم کماکان پاسخ داده خواهد شد. دیگه اینکه وزیر خارجه ما خیلی روشن گفته که میخواد با مردم مستقیما صحبت کنه. تظاهراتی که در ایران میبینیم از دسامبر و ژانویه برقرار بوده. سر مسائل مختلف. از کامیون ها تا مسائل محلی دیگه. اینا همه ناشی از وضعیت اقتصادی در ایرانه. مردمی که به اون تظاهرات میرن عکس ترامپ رو رو دستاشون بلند نمی کنن، بلکه به تظاهرات میرن و میگن چرا دولت هر روز زندگی ما رو بدتر میکنه.
گفتگوی ما بود با اندرو پیک، مسئول امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا. همونطور که اشاره کردم، 30 سال پیش در چنین روزی یکی از تراژدی‌های بزرگ هوانوردی رخ داد. ناو آمریکایی وینسنس با شلیک موشکی به هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی جان 290 سرنشین غیرنظامی این هواپیما از جمله 66 کودک را گرفت. دولت آمریکا این حادثه را خطا توصیف کرد اما هیچگاه عذرخواهی نکرد. در گزارش که پخش می‌کنیم برای اولین بار صحنه‌هایی را از عرشه ناو وینسنس در لحظه شلیک موشک خواهید دید. این صحنه‌ها را رودی پاهویو فیلمبرداری کرده که در آن زمان به عنوان تصویربردار در نیروی دریایی آمریکا خدمت می‌کرد. روایت او را از چگونگی شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی ببینید و بشنوید. من تصویر بردار جنگی بودم و تمام مدت فیلم می گرفتم. تو راه برگشت به بحرین با قایق‌های تندرو ایرانی درگیر شدیم. موقع درگیری فکر می کردیم که ایرانی ها این دفعه با تمام قوا به ما حمله می کنند. یعنی با نیروی هواییشون. 5 دقیقه بعد گفتن که یه هدف در راهه که از فرودگاه بندرعباس بلند شده. اونجا هم تا جایی که میدونم فرودگاه نظامی و غیر نظامیشون یکی بود. فکر میکردن هواپیمایی که از این فرودگاه بلند شده F-14 در حالی که ایرباس پرواز 655 بود. نفرات آماده حمله شدند. از یکی از ناوبان‌ها پرسیدم چه خبره؟ گفت به زودی یه حمله موشکی می‌بینیم. رفتم پیش دیدبان که موشک رو تا لحظه‌ای که به هدف خورد دنبال کرد و دید. یه رو 20 دقیقه بعد متوجه شدن که یه هواپیمای مسافربری از صفحه رادار محو شد. An Iranian Airbus is presumed crashed. Please look for survivors or aircraft wreckage. And so that's when it was like what? گفتم چی شده؟ هواپیمای مسافربری؟ مگه اونی که زدیم F-14 نبود؟ همه به فکر فرو رفتن، باورشون نمیشد. ما که نرفته بودیم اونجا هواپیمای مسافربری بزنیم. من خیلی برای خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن خسته خوردم. گاهی آدم بیزار میشه از اینکه حادثه ای رو به چشم دیده. این هم یکی از اون موارده. ولی چی کار کنم که من اونجا بودم؟ در این بخش از 60 دقیقه نگاه می‌ندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. البته یکی از جهانشین زواب نخست وزیر ژاپن سفرش را به ایران لغو کرد. خبرگزاری رسمی کیودو به نقل از یکی از منابع نزدیک به دولت ژاپن گفته این کشور تحولات روابط ایران و آمریکا را زیر نظر دارد و تلاش می‌کند امکان انجام این دیدار را در زمان مناسب فراهم کند. آقای آبه در تور خاورمیانه‌اش به عربستان و مصر هم سفر خواهد کرد. امارات با اضافه کردن نام 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست حامیان تروریسم دستور داد که دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این افراد و شرکت‌ها توقیف شود. 2 ماه پیش امارات نام 9 نفر دیگر را هم به اتهام همکاری با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست مرتبط با تروریسم قرار داد. محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب و زندانی سیاسی، بعد از حدود 11 هفته با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شده. آقای جلایی پور حدود 50 روز در بند 2 الف تحت نظر سپاه پاسداران زندانی بود و سپس به بند عمومی در زندان اوین منتقل شد. و مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس خبر سرقت 20 خودروی نمایندگان را تکذیب کرده. مهدی کیانی گفته نمایندگانی که خودروی دولتی با برچسب و هولوگرام دارند باید در مورد پارک کردن آنها در کنار خیابان با کمترین ملاحظات امنیتی پاسخگو باشند. دیروز یکی از خبرگزاری‌های ایرانی در گزارش اختصاصی گفته بود 20 خودروی نمایندگان مجلس ایران در 1 سال گذشته به سرقت رفته. در ایران خیلی ها این روزها با این مشکل روبرو هستند، قطع برق. با گرم شدن هوا و افزایش استفاده از کولر، رکورد مصرف برق چند بار در مدت تأخیر شکسته شده و دیروز با رسیدن به بیش از 56 هزار مگاوات
به بیشترین میزان رسید. نعیمه نامجو در گزارشش میگوید قطع بی برنامه برق زندگی خیلی ها را با مشکل زیادی روبرو کرده. منتظریم که انشالله یواش یواش برق بره و این موتور از کار بیفته. برق کل مغازه ها رفته. هیچ جا برق نیست. این حرف های یک مغازه دار در تهران است. قطع برق کار و کاسبیش را تعطیل کرده. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف، قطع برق دردسر این روزهای خیلی هاست. اینجا پیروزی، تهران، خیابون محوی، ما برق نداریم. هر روز از ساعت 3 تا 5 و 6 بعد از ظهر تو گرما برق میره. از مخاطبان بی بی سی خواستیم تجربه هایشان از قطع برق در روزهای اخیر را با ما در میان بگذارند. پیام ها و ویدیوها از چندین شهر ایران به دست ما رسید. گرچه بر اساس خبرهای رسمی قطع برق به همین شهرها محدود نمی شود. اینجا ایران شهر از شهرهای جنوبی و خیلی گرمه، استان سیستان و بلوچستان با هوای 41 درجه در روز سه‌شنبه. ساعتم 2:41. همطور که میبینیم برق هم قطعه. اینجا اهواز از ساعت 3 تا الان که ساعت 5 برق نداریم. اینم کلیدا بزنم که ببینید. هلوش 1.5 ساعتی که برق رفته. آقا نداریم متاسفانه طبقه 3. هر روز داره این داستان برای ما تکرار میشه. داخل ساری هوا به شدت گرمه. کار ما تولید لبنیات سنتیه. الان میخوایم محصول بزنیم، برق قطع شده. کاربران توییتر هم حرف‌های مشابهی داشتند. در گرمسار قطع برق مشکل تصفیه آب آشامیدنی به همراه آورده. یکی از ساکنان بندر انزلی هم از دشواری تحمل هوای شرجی بدون برق و خنک کننده گفته. یکی از کاربران هم میگوید هم در محل کار و هم در خانه به ساعات قطع برق خورده. در اوج گرما رفتن. مردم میگویند جدول زمانی خاموشی در اختیار آنها قرار نگرفته و از آن بدتر در بسیاری شهرها قطع برق در گرمترین ساعات روز رخ میدهد. اینجا ببینید برق ما رفته. جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید جزء حقوق شهروندان است که در جریان قطعی برق باشند تا برنامه ریزی های لازم را انجام بدهند. مقامات وزارت نیرو از کاهش شدید تولید برق از نیروگاه های آبی میگویند. کمبود بارش علاوه بر کم آبی بی برقی را هم به همراه آورده. در سال جاری به ویژه در تابستان در مقایسه با سال گذشته که ما توانسته بودیم تا 9300 مگاوات از نیروگاه های برق‌آبی کشور برق تولید کنیم، به دلیل کمبارشی های سال آبی 96-97 و عمدتاً کمبارشی ها در پاییز و زمستان گذشته چند هزار مگاوات کاهش تولید برق از نیروگاه های برق‌آبی خواهیم داشت. مسئله ای که قابل پیش بینی بود، اما انگار وسعت خاموشی ها مثل آنچه در این کارخانه در کاشان رخ داده مسئولان دیگر بخش ها را غافلگیر کرده. استاندار تهران دیروز دستور داد سیستم های سرمایشی ادارات دولتی از ساعت 1:30 بعد از ظهر خاموش شود. مدیر عامل های شرکت برق در دیگر استان های ایران هم درباره افزایش مصرف هشدار دادند و از ادامه بی برقی گفتند. با هر درجه افزایش دما میزان مصرف هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می کند و ساعات بی برقی هم بیشتر می شود. بعضی می گویند قطع نامنظم و گسترده برق رفته رفته عادی می شود. نعیمه نامجو، بی بی سی. مخاطبان زیادی از مناطق مختلف ایران در تماس با ما از مشکلات قطع برق در محل زندگیشان گفتند که تعدادی از آنها را با هم می شنویم. توی منطقه ما که منطقه شش هستش، هر روز هلوش ساعت 1:30 بعد از ظهر برق قطع میشه. حداقل
یک ساعت و نیم طول میکشه، امروز نزدیک دو ساعت بود. بعد که برق تمام لوازم برقی مثل کولر، تلویزیون، یخچال در معرض آسیب هستن با این قطع و وصل برق که اصلا معلومه چه ساعتی انجام میشه. ما الان در فریدون کنار هستیم توی شهرک فرزادشهر. متاسفانه از صبح که از امروز صبح دو بار قطعی برق رخ داده. بعد جالب برق هم که هست در واقع باز هم نیست، چون فقط میشه مثلا باشه پنجره روشن کرد، کولر نمیشه باشه روشن بکنی، روشن بکنی کولر میپره، چون که آمپراژ برق، آمپراژ واقعی که بابتش پول گرفتم بابت اون انشاب که باید 25 آمپر باشه نیست. من هیچ وقت ندیدم زمان قطعی برق اطلاع رسانی انجام میشه، یعنی همه دستگاه روشنن در حال استفاده هستن، حالا چه توی شرکت باشه از سرورهایی که هستن یا دستگاهی هر که هستن، چه توی خونه لوازم خونگی باشه، یا به صورت ناگهانی برق قطع میشه. دیروز که من 5:30 رفتم خونه برق قطع بود و نزدیک 8 اومد. تون گرمای وحشتناک تهران کولر نداشتیم، پنکه نداشتیم، پکیجمون کار نمیکرد، آب سرد بود، همینطوری خیس عرق خونه تاریک نشسته بودیم تا اینکه برق بیاد. و توی شرکتمون هم پریروز برق نداشتیم. من تولید کننده هستم، تو شهرک صنعتی کوسر اشتهارت هستیم. الان چند روزه که برق بدون اینکه زمانش از قبل مشخص کنم داخل شهرک صنعتی داره میره و زنگ میزنیم هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ کس. من به خود اداره برق اشتهارت زنگ زدم، به اداره برق کرج زنگ زدم و خسارتهای خیلی خیلی زیادی رو برای ما به بار آورده. یعنی تو همین چند روزه نزدیک 6 میلیون تومان ما خسارت دیدیم. تنها خواسته ما هم اینه که اصلا بدونیم چه ساعتی قراره برق بره، 8 و 10 عصر، شب، هر این ساعتش رو اعلام کنن ما برنامه‌ریزی می‌کنیم براشون. حتی اینم به ما میگن که مشخص نیست، هر وقت که بار فشار بار زیاد باشه برق میره، ما خودمونم نمیتونیم اینو اطلاع رسانی کنیم. مدت زمان قطعی برق مناطقی که همکنون در خاموشی به سر میبرند از زمان قطع تا حدود 2 ساعت میباشد. با تشکر از صبر و شکیبایی شما. با سلام، سامانه ی حوادث برق قم 121 به استحضار میرسانیم با هدف بهبود پاسخگویی. مکالمات شما با همکاران ما ضبط میکردن. در کل استان همدان برنامه جیره‌بندی برق اعلام شده و هر روز شاهد خاموشی های تا 2 ساعت هستیم. 100% تاثیر میذاره در زندگی مردم. در مرحله اول و اولین مرحلهش بکنم همین گرمای هوا و خاموش بودن کولرها میشه، مردم کلافه میشن، تا بالاترین سطحش که ما خودمون در یک کارخونه کار میکنیم که این کارخونه منبع اصلی انرژیش برقه. وقتی برق قطع میشه اون هم بدون برنامه کارخونه بسید 100% تعطیل میشه. قطعی برق هر هفته ممکنه یکی دوبار اتفاق بیافته توی این دمای 50 درجه به بالا. چطوری میشه زندگی کرد بدون برق اونم توی یک دمای بالای 50 درجه؟ متاسفانه در شهر تبریز که یک کلانشهر محسوب میشه در اکثر روزها و در اکثر محله ها برق روزی 2 ساعت میره، هیچ اطلاع رسانی انجام نمیشه و این باعث بروز مشکلات شدیدی میشه. به کسب و کارها واقعا ضربه میزنه، به دستگاه های الکترونیکی صدمه وارد میکنه و اصلا قابل توجیه نیست که تو قرن 21 برق به سهمیه بندی بشه و اینجوری روزی 2 ساعت بره، در حالی که زندگیمون خیلی به برق وابسته است و خیلی کسب و کارها تو این شرایط خیلی بد اقتصادی، تو این فاجعه اقتصادی وضعیتشون بدتر هم میشه و این برق رفتگی ها تیر خلاص دیگری میشه بر پیکر بیجان اقتصاد و درآمد خانواده ها. با الان زاهدان هستیم. زاهدان از صبح تا حالا برق رفته است، اصلا به ما اطلاع رسانی نکردن و الان هم در ساعت های 2 هست. اصلا از این مسئولین فکر کنم میخوان پول برقو 4 برابر کنن که این برقو دارن میبرن دیگه. همین تصمیم رو میخوان بگیرن، کاری که نمیشه کرد، هیچ کاری هم نمیشه.
با گزاره یک معدن در منطقه موته نزدیک اصفهان به حوزه علمیه این شهر اعتراض هایی به دنبال داشته. هنوز حوزه علمیه اصفهان توضیح نداده چرا میخواهد در یک پناهگاه حیات وحش ویژه آهوها معدن راه اندازی کند. بعضی فعالان محیط زیست میگویند مجوزهای این پروژه از راههای غیرقانونی کسب شده. گزارش شده مقامهای اصفهان به مطبوعات محلی توصیه کردند که در این باره سکوت کنند. سیاوش اردلان گزارش میدهد. چه چیزی فعالان معدنی و حامیان محیط زیست را در کنار شهرداری و شورای شهر اصفهان گرد هم آورده تا یک زنجیره انسانی تشکیل دهند؟ اینجا پناهگاه حیات وحش موته است، یک زیستگاه شکننده برای آهوی ایرانی و دیگر گونه های جانوری و گیاهی کمیاب. اما حالا حوزه علمیه اصفهان چشم بهره برداری معدنی از این منطقه حفاظت شده دوخته، آن هم با کمک مسئولان صنایع و معادن و از طریق شیوه هایی که قانونی بودن آن زیر سوال رفته. این صورت جلسه است که راه اندازی معدن تراورتن در موته را کلید زد. پیرو درخواست سنوات قبل حوزه علمیه اصفهان درباره واگذاری معدن تراورتن میمه، کمیسیون ماده 24 تشکیل گردید و مصوب گردید با اخذ نظر استاندار محترم اصفهان واگذاری صورت پذیرد. اما به تاریخ نامه دقت کنید. تاریخ سال 95 است و محسن مهرعلی‌زاده که گفته شده با راه اندازی معدن موافقت کرده اصلا سال 95 استاندار نبود. چرا محسن مهرعلی‌زاده امضای خود را پای این صورت جلسه گذاشته؟ شاید رابطه خوب او با آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان که می‌خواهد وارد کار تولید و فروش تراورتن شود یک دلیل موافقتش بوده. یکی از معادن ارزشمند کشورمون معدن طلای موته است که در شاید همانجا که پای منافع اقتصادی در میان باشد، مثل راه اندازی چندین معدن سنگ و طلا در موته، حفظ محیط زیست اولویت ندارد و حتی برای این معادن در تلویزیون محلی اصفهان تبلیغ هم می شود. این نخستین رگه شناسایی شده یه طلا هستش. به جز این رگه چیزی حدود 6 رگه دیگه هم در امتداد همین فضا قرار گرفتن. این رگه ها فضای حدود 10 کیلومتر از منطقه موته اصفهان را شامل میشن. آنچه تلویزیون اصفهان نشان نداد طبیعتی است که در اطراف تپه های معدنی سالهاست به عنوان منطقه حفاظت شده پناهگاه منابع طبیعی حیات وحش ایران بوده. محیطبانان موته این روزها دلچرکین هستند. همه از مأمور و از رئیس همه زحمت کشیدن سلار نیست اینجا را بیفته. اگر را بیفته تخریب و منطقه از بین میره. پناهگاه حیات وحش موته نزدیک به 205 هزار هکتار وسعت دارد و شامل بخشی از استان اصفهان و مرکزی می شود. حتی پیش از این نیز جاده‌ای که از گلپایگان به دل پناهگاه موته کشیده شد، زمینه آسیب‌های جدی را به این زیستگاه وارد کرد. گونه‌های جانوری فراوانی به علت برخورد با این خودروهایی که از جاده عبور می‌کردند، تلف شدند. قرار است جاده گلپایگان به موته حالا چهارمانده شود. زمینه هموار برای فعالیت‌های بیشتر معدنی و هم برای شکارچیان غیر مجاز. تنوع جانوری در زیستگاه موته یک بار توسط مسئولان محیط زیست و محیطبانان منطقه سرشماری شده. آنها به نقاط مختلف این زیستگاه رفتند و نتایج سرشماری آنها نشان داد که این منطقه علاوه بر برخورداری از ده‌ها گونه مهره‌دار و خزنده و پرنده، پستاندارهای کمیابی را در خود جای داده. از قبیل آهوی ایرانی، قوچ، پلنگ، گربه شنی، گربه پالاس، روباه، کفتار و خرگوش تا یک اکوسیستم ناب خلق کند که هم اصفهانی ها به آن ببالند، هم کلیه دوستداران محیط زیست ایران. فعلا مخالفت های جامعه مدنی و مسئولان محیط زیست با راه اندازی معدن تراورتن در موته به کارگروه حل اختلاف سپرده شده. این کارگروه 5 عضو دارد که به جز یک نفر از آنها که نماینده محیط زیست استان است، بقیه نمایندگان صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی هستند. کارگروه موافقت کرده که معدن تراورتن در موته راه بیفتد. مطبوعات محلی اصفهان نوشتند که از مقامات بالا با آنها دستور رسیده که در این باره حرفی نزنند. تراکتورها و لودرها آماده شروع به کار هستند. ولی امروز بحث توسعه پایدار و نه چندان پایدار در زیستگاه موته به چالشی بدل شده. بین حوزه علمیه و صنعت و معدن از یک سو و شهرداری و شورای شهر و جامعه مدنی از سوی دیگر. سیاوش اردلان، BBC. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ماست. آقای کهرم، نگرانی اصلی فعالان محیط زیست چیه؟ ملاحظه فرمایید، موته یک منطقه خاص است در داخل ایران و نزدیک اصفهان
ما جمعاً 112,000-113,000 چهار پای قابل شکار داریم غیر از گراز. از این مقدار 21,000-22,000 تا آهو و جیبیر داریم و از این مقدار آهوها موته یکی از پایگاه‌های اصلی برای حفاظت این گونه است. یعنی اگر چنانچه موته رو ما از دست بدیم، بایستی گونه آهو رو از کتاب گونه‌های با ارزش ایرانی حذف کنیم. خب معدن یعنی چی؟ همین معدن طلا که اونجا هست و اندازه کافی مزاحمت ایجاد میکنه. معدن یعنی انفجار، یعنی جاده های مواصلاتی، یعنی وسایل نقلیه سنگین، یعنی رفت و آمد، شبها پروژکتور و بالاخره مواد شیمیایی برای اینکه طلای خالص رو جدا بکنه. الان تراولتن یک سنگ بسیار بسیار گران قیمته که مصرف تزئینی داره در داخل تهران یا همون اصفهان، شهرهای بزرگ. متاسفانه کسی که اینجا تصمیم میگیره در مورد موته و آیندهش در فکر محیط زیست و یا نگهداری پایدار از یه منطقه بسیار حیاتی مانند موته نیست. توجه بفرمایید که برای حفاظت از این مناطق ما تا به حال 120 نفر از بهترین مردان این مملکت رو به عنوان محیطبان شهید تقدیم مردم بزرگ ایران کردیم. الان قلم بطلان میکشیم به سعی و کوشش اینها، اون خانواده هایی که جوانشون و یا مردشون از دست دادن، سایه سرشون از دست دادن. اینها الان فکر میکنن مردشون برای چی ناپدید. آقای کرم، به هر حال کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که معدن فواید اقتصادی داره. آیا راهی هستش که این معدن راه بیفته اما آسیب کمتری به محیط زیست زده بشه؟ اگر خیلی کوتاه لطف کنید. با کمال میل ملاحظه بفرمایید. با کمال تأسف ما اون راه ها رو نمی رویم. یعنی مسئله اقتصادی میاد و تمام مسائل دیگر رو زیر سایه خودش میگیره. ما معتقدیم که میشود از این وسایل استفاده کرد. منتها یه مسئله رو خدمتتون میگم خانم رحیم پور، توجه بفرمایید که فقط 10% از خاک این مملکت زیر سایه حفاظت است و پناهگاه حیات وحش از نظر درجه حفاظتی بعد از پارک ملی قرار میگیره. باور بفرمایید یه همچین منطقه‌ای اگر در اروپا و یا آمریکا بود از هر بوتش نگهداری میکردن، چون آخر و عاقبت استخراج و کاویدن این معادن تخریب موته عزیز و زیباست. ای کاش میتوانستید تشریف ببرید برای خودتون ببینید یه قطعه ای از بهشت روی زمین. متشکرم آقای کهرم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما. مارال یازلو یک دختر ایرانی است که با موتورسیکلت در حال سفر به دور دنیا است. او تا حالا از بیش از 50 کشور گذشته. مارال که قصد دارد جاده های ایران را هم پشت سر بگذارد، در لندن هم توقف کوتاهی داشته با همکارم آصفه برات گفتگو کرد. میخواستم دنیا رو ببینم و میخواستم واقعا ببینم معنی واقعی زندگی چیه. تو یه دونه کیف کوچیک زندگی کنم، هرچی گیرم یاد بخورم، تو یه متر در دو متری بخوابم. معنی واقعی این که واقعا آدم برای خوشحال بودن چیز زیادی احتیاج نداره رو تو کتابا خوندیم، ولی این که خودمون زندگی کنیم خیلی متفاوته. این سفر از هندوستان شروع شد، از شهری به نام پونا، و از اونجا روندم تمام کشورها تا استرالیا که میشه هندوستان، بوتان، میانمار، تایلند، لاوس، کمبودیا، دوباره برگشتم تایلند، مالزی، اندونزی، استرالیا. این دوتا قاره بود که میشد آسیا و استرالیا. از اونجا با پرواز موتورمو بردم طرف امریکا و از امریکا روندم تا امریکای جنوبی و شهری به نام اوشوایا که آخر دنیاست. بعد رفتم آنتارکتیکا، قطب جنوب، برای قاره پنجم و
از اونجا که تموم شد که چشتون روز بعد نبیده چه آنتاتیک هایی بود. حس فوق‌العاده خوبی رو موتور بودن، یه حس آزادی بهت میده، یه حس اینکه جاها رو میبینی با طبیعت با همه چی، خیلی حس فوق‌العاده‌ای. و من فکر میکنم واقعا بی‌انصافیه اگه خانومای ما نتونن موتور سواری کنن. و جالب قضیه اینه که اگر شما یه خانم خارجی باشی میتونی با موتورت وارد شی تو ایران، موتور سواری کنی و خارج شی. و اگر خانومای دیگه میتونن تو ایران موتور سواری میکنن، چرا یه خانم ایرانی نباید موتور سواری کنه؟ دبی و قطر و مصر و جاهای دیگه روندم و هیچ موقع مشکلی نداشتم بابت روندن و بابت زن بودن، چون تمام کشورهای دنیا، کشور مسلمان دنیا موتور سواری میکنن. مالزی، اندونزی، اندونزی یکی از بزرگترین کشور مسلمان دنیاست، همه موتور سواری میکنن. هیچ نقضی نداره با دین، هیچ نقضی نداره با چیزای هیچ چیز دیگه. اجتماعی شده توی مرزا که رسیدم، بوده تو کشورهایی که چون خانم بودم جریمم نکردن به خاطر مثلا سرعت زیاد یا قانون رو چیز کردن، شده از صف بیان بیرون منو بذارن جلوی صف، شده بگن نمیخواد کیفات اینا رو اسکن کنی چون خانومی شما، برو. 11 سال کار کردم و اوایلش که شروع کردم مثل همه کار عادی بود و بعدش حقوق بسیار خوبی میگرفتم و این حقوق رو شروع کردم جمع کردم برای سفرم. خانوادم هر جایی که احتیاج داشته باشم هستن که برام بفرستن. هزینه خورد و خوراکم و جام و همه اینا رو دوربر 20 دلار در روز، ولی راحت نبود به خاطر اینکه همه چی خیلی گرونه. این 20 دلار فقط واسه غذا و چادر و جایی که میموندم، بعد بنزین، اینا کلن هزینه ها رو. حالا موقعی که سفرم تموشه میتونم سرانگشتی حساب کتابی بکنم، الان یه جورایی دردم میاد اگر حساب کنم چقدر پول خرج کردم. ولی خب میارزید واقعا. و مهمتر از همه اینه که من یه شوهری دارم که 12 تا کشور اومد منو دید در عرض یک سال، و موقعی که وسط راه بودیم از من خواستگاری کردم و بسیار حامی بودن. یادم میاد موقعی که میخواستیم ازدواج کنیم من ازش پرسیدم، گفتم اگر فکر میکنی این رایدم که یک سال دیگه قرار ادامه پیدا کنه اذیت میکنه و یک مشکلی تو زندگیمون ایجاد میشه، من همین الان به خاطر تو این رایدو قطعش میکنم. به هم گفت این آرزوت بوده که این کارو بکنی و من قرار نیست این آرزوتو ازت بگیرم، من قرار در کنارت باشم که کمکت کنم به همه آرزوات برسی. هر خانم ایرانی یا هر خانمی تو دنیا به این موضوع فکر میکنه که نمیتونه کاری رو انجام بده، باید یه لحظه چششو ببنده بگه اگر میخواد میتونه، واقعا هم میتونه. خب فرصت خیلی کوتاهی داریم تا به مسکو بریم، جایی که حال هوای فوتبالی همچنان برقراره و بسیاری در حال تماشای بازی کولومبیا و انگلیس. تا اینجا دو تیم 0-0 هستند در ورزشگاه. تو تمرین کردی اسمشو تو بگو. مطمئن نیستم که درست تلفظ کنم. اودکریتیه در مسکو. بعدی هم در فضای باز دارن بازی رو میبینن. من اینجا از شما خداحافظی میکنم، میرم که در فضای بسته بقیه بازی رو ببینم. فردا کماکان سر کاره و با شما خواهد بود. ممنون از همراهیتون با این 60 دقیقه. شب بخیر.